اسلحه رفیق پوتین روی شقیقه آزادی در ایران تصویب لایحه همکاری روسیه و جمهوری اسلامی در فیلترینگ و جاسوسی آنلاین از شهروندان روسیه و چین یا کره شمالی نسخه ولایت فقیه خامنه ای ایران را به کدام سو میبرد کمتر <متحدث> از یک هفته بعد از بازداشت گردانندگان دوازده صفحه اینستاگرام در رشت که این ویدیوی رقص و آواز و شادی در بازار رشت را منتشر کرده بودند مجلس ایران لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن روسیه به جمهوری اسلامی در سانسور اینترنت کمک می کند مقام های جمهوری اسلامی تلاش می کنند نشان دهند که این موافقتنامه برای تامین امنیت ایران امضا شده اما دقت در مواد آن نشان میدهد که این توافقی در راستای خواسته های خامنه ای برای بقای جمهوری اسلامی است این اتفاق سه روز پس از سفر رئیسی به مسکو و دیدارش با پوتین رخ داد زمانی که او سلام گرمی را حواله خامنه ای کرد موجب امتنان خواهد بود چنانچه خدمت مقام معظم رهبری بهترین رزوها را برسنید همون که در دو سال گذشته به رغم گسترش دامنه فیلترینگ نارضایتیش را از حداقل آزادی اینترنت در ایران ابراز کرده اینی که یه عده بنشینن اونجا با استفاده از فضای مجازی یا غیر مجازی هی رو اعصاب مردم راه برند و امنیت ذهنی مردم رو به هم بزنن حالا با تصویب این توافق نامه که از دو سال قبل پیشنویسش آماده شده بود بخشی از نقشه راه او برای کنترل اینترنت طی می شود بند پنج از ماده دو لایه تصویب شده به مقابله با آزادی اینترنت در مسیری اشاره دارد که به زم تدوین کنندگان به بیثبات کردن اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور دلالت دارد مفاهیمی کلی و مبسود که با توجه به سابقه به اعتراضهای ضد حکومتی در ایران برمیگردد که سال گذشته کلیت جمهوری اسلامی و شخص رهبر نظام را هدف گرفته بود بند ششم این لایحه به مقابله با انتشار اطلاعاتی اشاره دارد که برای محیط معنوی اخلاقی و فرهنگی زیانبار تشخیص داده شده بندی که تقریبا هر محتوایی را که جمهوری اسلامی دوست ندارد دربر می گیرد. در بر میگیرد در ماده سوم از این لایحه آمده که دو کشور در حوزه انتقال دانش و فناوری اطلاعات با همدیگر همکاری میکنند با تاکید بر مبادله بین بخشهای خصوصی دو طرف به زبان ساده روسیه رسما قرار است امکانات فنی لازم برای فیلترینگ اینترنت و جاسوسی از شهروندان را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. فروردین ماه گذشته روزنامه والستری جورنال خبر داد که روسیه قرار است در ازای پهپادهایی که جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین در اختیار مسکو قرار داده، ابزارهای کنترلی و نظارتی اینترنت را به تهران بدهد. زمستان گذشته وبسایت خبری اینترسپت فاش کرد سازمان تنظیمات مقررات و ارتباطات رادیویی ایران با کمک ابزاری به نام سیام تلفن همراه معترضان و مخالفان خود را ردگیری و کنترل می کند دو ماه بعد وبسایت سیتیزن لب در کانادا در گزارشی اسنادی را منتشر کرد که نشان میداد شرکتی در روسیه به نام پروتی در احراز هویت کاربران مدیریت داده ها و تحویل پیامهای کوتاه به شرکت آرینتل کمک کرده آریانتل شرکتی در ایران است که سیمکارت کارت تلفن همراه ارائه میکند و بر اساس ایمیل های هک شده اش برای تامین امکانات سیام با طرف های خارجی وارد معامله شده جمهوری اسلامی که در قراردادهای طولانی مدت با چین و روسیه امتیازات فراوانی به پکن و مسکو داده قرار است در مقابل از این دو کشور که ید طولایی در سانسور اینترنت و جاسوسی آنلاین از شهروندان دارند کمک بگیرد جمهوری اسلامی اگرچه از چین هم امکانات موثری برای کنترل اینترنت گرفته اما به نظر می‌رسد الگوی روس به مزاق خامنهای و رفقایش در جمهوری اسلامی خوشتر نشسته همراه رئیس جمهور آمریکا همیشه دو کیف حمل میشه یک کیف دستور حمله نظامی هست دیگری کیفی است که درش دستور قطع اینترنت جهانی داده میشه ادعای این کارشناس تلویزیون جمهوری اسلامی اگرچه مدتی باعث خنده و انبساط خاطر بسیاری از شهروندان و کارشناسان شد اما خیلی هم نظر غریبی نیست پوتین افسر پیشین KGB رسما اعلام کرده که اینترنت را پروژه آمریکایی میداند که جمعی از جاسوسان CIA آن را اختراع کردند روش روسیه در کنترل اینترنت و آفرینی در کنار سانسور است کمتر از دو سال پیش مجلس روسیه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن انتشار خبر دروغ در اینترنت مجازات زندان دارد در این منظور از خبر دروغ هر آن چیزی است که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود و دولت روسیه موافقش نیست. همه این شرکت های فناوری اطلاعات مثل اینستاگرام و بقیه در آمریکا مستقرند. واضحه که از اونها به عنوان یک سلاح استفاده میشه. اونها دروغ و تنش رو با خود همراه دارند. ما باید با اونها مقابله کنیم و از نیروهای مسلح محافظت کنیم. حالا جمهوری اسلامی مسیر روسیه را در پیش گرفته از یک طرف با لایحه سیانت از فضای مجازی به دنبال ایجاد وحشت از طریق مجازات آفرینی در بستر اینترنت است و از طرف دیگر سانسور و جاسوسی از شهروندان را پی میگیرد در این دومی جمهوری اسلامی بیشتر از الگوی چین استفاده می کند پکن ترجیح میدهد اطلاعات را قبل از ارسال کنترل کند و در واقع با فیلترینگ هوشمند جلوی آزادی اطلاعات را بگیرد جمهوری اسلامی از این الگو به دنبال خلق اینترنت ملی وقتی که قرار است تا پایان برنامه هفتم توسعه 99 درصد اینترنت ایران از جهان آزاد قطع شود اما مایت جمهوری اسلامی ایجاب می کند در سانسور اینترنت حتی فراتر از چین و روسیه عمل کند به عبارتی اگر مسکو و پکن به دنبال کنترل و برخورد با مخالفان سیاسی خود هستند دامنه ممنوعه های تهران وسیع تر است و حتی رقص شهروندان را هم دربر می گیرد جهانی که خامنه از این الگوهای چین و روسیه به دنبال آن است بیشتر شبیه یک کره شمالی منطبق با ولایت فقیه است هرچند تجربه نشان داده فناوری همواره علیه دیکتاتورها پیشرفت می کند و تکثیر این صداها دشمنان آزادی را ناکام می گذانند. چه در مسکو پکن چه در تهران مشتبه پور محسن لندن